آقا ارادت خیلی مخلصم، خوش اومدید به قسمت بعدی گوجه. اگه قسمت قبل رو دیده باشید میدونید این صحنه الان دقیقاً اونجایی که قسمت قبل تموم شد قسمت جدید شروع شده و ما میخوایم شاسی و سوار وانت کنیم ببریم گریپاش گاراژ. باتومی و کورپی پایین هم مونده اینجا که بعد از اون بریم صافش کنیم. پس بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم که گوجه رو خیلی خفنش کنیم. سابسکرایب و لایک این ویدیو یادتون نره. برو بریم. برای گریپاش گاراژ یه بشکه هم خریدیم که حرکت خفن با اون بشکه میخوام بذارم. بشکه هم ببرید دیگه، وانت گرفتیم. بریم بعد از اون بیاییم برای صافکاری یا جلو بندی. آقا این بود، اینه که باعث کجی جلو بندی شده که الان میخوایم صافش کنیم. دوتا کمک هم دقیقا کجه، از قسمت وسط میر کمکش کج شده، باید بزنیم زیر پرس صافش کنیم. خب این صاف شد ولی کمک ها رو اسرسو بود گاراژ خودشون با چکش صاف کنه دیگه، بعد بریم ازش بگیریم. الان هم باید بریم نمال بقیه کارا. چی کار نمیدونم، شما ولی الان میفهمید چی کار. من نمیدونم، واقعا هم نمیدونستم باید چی کار کنم و 5 ماه از قسمت قبلی گذشته. چرا؟ چون یه سری ابزارا نیاز داشتم، چون دوست ندارم ترکاری کنم و فقط یه سری ویدیو بذارم بگم من کاستوم کردم. دوست داشتم یه چیز تر و تمیز باشه و 5 ماه داشتم دست و پا میزدم. تو ویدیوام دیدید که وام جور کنم که نشد. بالاخره رفتم مغازه یکی از بچه‌ها و چکی گرفتم ابزارها رو که این بالا ویدیوشو میتونید ببینید. ولی چی گرفتم؟ احتمالاً تو ویدیو قبل دیدید، ولی این جوش CO2. چرا جوش CO2؟ آره جوش برق نه، به خاطر اینکه جوش برق حرارت زیادی به آهن میده و شاسی که من میخوام برای گوجه بسازم حرارت زیاد به قولی باعث میشه آب آهن کشیده بشه و تو ضربه ها ترک بخوره. ولی جوش CO2 دیگه این اتفاقو نداره که یه گاری خوشگلم براش درست کردیم راحت بتونیم جابجاش کنیم. پس دیگه موقعش با قدرت تمام ما گوجه رو شروع کنیم. این از گوجه که قرار شاسی براش ساخته بشه، کمک فنرهایی که با هم صاف کردیم. من هنوز تستم نکردم، گفتم وایسم با شما تست کنم ببینم تاب داره یا نه. فقط یه مشکلی داریم، لاستیک جلو چون 460 گرفتم توی این کمک های گیر میکنه. اول از همه با اینکه دوست دارم ولی باید لاستیک رو عوض کنیم، بازش کنیم، بریم بگردیم تو شهر ببینیم کسی پیدا میکنیم اینو با اون بتونیم سر به سر تا آقو زنیم. خب آقا یه لاستیک 350 رینگ 18 باز از ایران یاسا برداشتم، چون 460 یکم گرونتر از این بود. یه کنسوس آچمه هم دیگه چیز رو برداشتم، یعنی کنسوس آچمه و این لاستیک رو با اون لاستیک عوض کردم. بریم دیگه کار داریم. خب آقا برای ساخت شاسی گوجه احتیاج به لوله گاز داریم. من از لوله گاز 2 میخوام استفاده کنم و دلم میخواست لوله گاز مانیسمانی که بدون درزه بگیرم، بخاطر اینکه اینا یه درز جوشی داره و امکان داره از اونجا ترک بخوره. ولی دیگه چاره‌ای نیست، اینجا گیرم نیومد. لوله گاز 2 گازی شاخه گرفتم که داریم ببریم. یالو درد داره باید توی خم کردن حواسم باشه، ولی شما اگه میتونید لوله مانیسمان برای ساخت شاسی بگیرید.
نکته ای که مهم بود و باید بهتون میگفتم وسط ویدیو اینه که من یه سری ابزارهایی که خریدم مثل این جوش CO2، موتورباد و چیزهای دیگه به خاطر اینه که به غیر از گوجه چند تا پروژه دیگه هم داره شروع میشه. حالا بعضی موقع وسط گوجه شروع میشه، بعضیاش بعد از گوجه شروع میشه و دیگه کم کم باید لباس عوض کنیم و بریم سراغ گوجه. البته یه نکته خیلی مهم در مورد گوجه میمونه، اونم اینه که الانی که گوجه شروع شده دیگه وایسادن نداریم و همینجور ادامه پیدا میکنه تا تموم شه. پس یعنی ما حداقل هفته یه ویدیو، یعنی بین شنبه ها یا چهارشنبه ها که ما ویدیو داریم توی چنل، یکی از اون ویدیو ویدیوی گوجه است تا کاستوم گوجه تموم شه. به غیر از کاستوم بدنش، انجینش هم میخوام تقویت کنم که تمام تو ویدیو هست. پس سابسکرایب چنلیاتون نره، ویدیو رو هم لایک کنید و هم مونده بریم یکم وسایل گوجه این ورمه رو پیدا کنیم تا بیایم شروع کنیم ببندیمش. برو بریم، برو بریم. بپا کوستان شو برده بیه بود. میگم آه اینا گم شده، این دوتا کپی بالاش نی فهمونه شوری ببندیم. نمی هرچی میگردم نیست، کوستاش من رو فعلا بهم بده. با نهایتم با یه دونه کپی بالا دیگه بیان نمیدونم فهمونه چوری ببندم. ما یه اشتباهی که کردیم که اول ویدیو شما دیدید، یادمون رفت موقعی که اینا داشتیم صافش می‌کردیم کنسول ساچمه رو در بیاریم، خاطر همین کنسول ساچمه خراب شد، باید عوضش کنیم. چکش هم نمخواست. خب و کنسول ساچمه جدید اونجا بندازیم، حالا کنسول ساچمه رو میندازیم، لاستیک رو ببندیم. اگه شما بریم اونور من بتونم بچرخم از این ور خیلی بهتر. حالا نمیتونم چیکار کنم، من برم لاستیکو برم. آیه تصویر بردم، برو اون بر. خب برداریم لاستیکو بذاریم. خب چون باید ترمز جای کالیپر اینجای دقیقاً، لاستیک باید از این وری بخوره، ولی خوبیش به اینه که دیگه گیر نمی کنه لاستیک. من اینو چرا بازش نکنم؟ این نبود. خدا خفه کنه امیررضا رو، امروز مرده، سرما خورده نیست، کمک مرده کشه. بریم تو کارش. یه دونه رو باید بذاریم اینجا، اینا همش بعدم باید درست بشه. ما فعلا فقط داریم سرهم میکنیم، چون کلن موتور باید یه دور سرهم بشه تا همه قسمت‌های شاسی و حالا جای کوچیک مثل مال چیز، مثل مال کالیپرا و جاپایی و اینا درست بشه که همه جوشا بخوره، بعد بریم سراغ رنگ. خیلی بوشه بزرگه، یادم نیست کدوم بوشو برای کدوم تراشیدم. یادم نمیاد بوشه که تراشیدم و این همه رفتیم تو قسمت قبل کجا گذاشتم. نه چی گم و گور شده. یادتونه تو ویدیو گفتم همشو بریزید توی کارتون، من ریختم توی کارتون همش گم شدم. اصلا من 240 تا چیز دیگه توی این پیدا کردم. میگم ای برم داره کار دستی درست کنم، دیدم داشت چراغ زوس و برم داشت کار دستی درست کنم. فعلا آقا بوش بلنده، ده حده بستنی که بگیرتش ببندیم که بتونیم
شاسی رو درست کنیم، همه اینا رو بعدا باید درست کنیم. میگفت تایر چقدر اومده این ور، اینا همه باید اوکی بشه، تنظیم بشه. اینو بدیمش، امیدوارم دیگه کج نباشه. لای 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 لای. برعکس آی فیلم برده، این بوشه رو با پا میتونی شوت کنی. بیا این بوشه، این پیچه دادا بوش نسی اش. موقعی که موقع کار میشه فرار میکن. خب نه میدونی مشکل ما چیه، میدونی این بوشه ایوری هم خوبه، یکم بوشه ایوری بزرگی ها دو برم تراشکاری تراشش بده. یه کار دو نفر است، تو من جابه، من تنهایی دارم اینا رو انجام میدم. همون رو بندازم این بوشه بلنده فعلا. آخ خورد تو سرم. مشکل نره، فعلا بذاریم شاسی رو چیز کنیم، ولی نه هنوز لاستیک وسطیست. یکم از این بوشه رو باید بتراشیم. نکن لاستیک الان وسط نیست، خب یکم از بوشه اونوری رو باید بتراشیم، از این بوشه رو باید بتراشیم که لاستیک بیاد وسط، نمش باید تنظیم بشه. کجه یعنی هنوز؟ خب الان اینو که داریم میبندیم مشخص میکنه که شاسی از کجا باید ببریم، چون شاسی باید توی خط صاف باشه. خب الان مشخص میکنه که شاسی ما چجوری باید ببریم، مثل اینکه الان یه حالت چاپرتور گرفته، یکم برو عقب ببینه، یه حالت چاپرتور گرفته، این نباید اینجوری چاپرتور باشه، باید این حالته باشه. خب باید توی حالت صاف قرارش بدیم، ببینیم کجا میشه و اون موقع ببریم. یعنی خدایی 4 بلوک ما آوردیم تو گاراژ، تو همه جا به کارمون اومد. الان من میخوام موتور رو بیارم بالا، بلوک میذارم زیرش که این بالا بمونه، حالا باید تنظیمش کنم. بلوک خوبه همیشه تو گاراژتون داشته باشید، خیلی ولی رفت بالا این بلوک جواب نیست. هرچی هم گشتم این قسمت های بالاش گم شده، فرمون الان نمیتونم روش ببندم، باید بگردم اگه پیدا نکردم دوباره باید بگیرم. مورش کو؟ مورش اونجا مورش ها این مورش آه یه چیز راجب مورش، ما مورش رو برداشتیم اینجا شو یکم تراشیدیم که بیاد بره توی این یه حالت پیمی هم داشته باشه. چه بزرگتر میخواد. خیال نکنید کاستوم کردن زحمت نداره، خیلی زحمت داره. من میخوام خیلی ریل براتون بزنم، ببینید پارگیش چقدر زیاده، چون جزئیات خیلی داره، ما الان همه چی رو میخوام تغییر بدیم، پس خیلی جزئیات داریم. خیلی رفته باید چی بیمش پایین تر، بلوکه به کار نیست، چی بذارم زیرش؟ میگفت یه حالت اینجوری صافی باید داشته باشه، الان بلوکه خیلی رفته باره. من کلا جک وسط شو میخوام حذف کنم، ولی الان میخوام از جک وسطه به عنوان نه این پایینش نگاه بکن اینجوریه صافه، این باید یکم صافتر بشه، یکم رو به پایین باشه. حجی رو نگاه کن چقدر رو به پایینه. اینا به زیرش نه 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 از اون وری بغل بغل ها اینجوری آره میخ شو بذار زیر میخه دیگه، تو باری که نیست آره خوبه نه نمیدانه از باید ما دور بار نگاش کن آره بهتر شد یکم پایینه کفترینش یکم پایینه خوبه نه یه حالت یکم باید پایین تر باشه. امیر
اینا که از این وری گذاشتی از این وری بذار 90 درجه به چرخون. استاد دو طرفش میخ داره. خب دو طرف میخشو بکش. این همه ابزار زور نره. میگم میتونی یه میخو بکشی اونوری که یه میخ داره رو بکشی. نه چی گفتی؟ من دستش ده هم میره میخوره تو صورت هم سرکو سرکو نمیم جدی جدی بیدی تیلو سانت ما از زور استفاده میکنیم اگه در نیمت میبوریم شد میخ کشم دو چیزا بده تو یه فن نیادت بدم پرات بیز فرانسه رو بده فرانسه میدونستی فرانسه میخ کشم هست ناکن اینجا شو خب اینجوری میکنی تو این یه همچین حالتی خب نه آقا وایسا باید کارو ما انجام بده زیاد با فرانسه میخ نکشیدم اینجوری نه من بابا این در بیارم من رانه ناکن ازم ناکن نه برسو ناکن اینو ما اینجوری میکنیم خب در فرانسه میخ نه از روغن فرانسه قبل میخ کشم باشو چت کردم رو این بده هم آرسی با فرانسه نمیشه میخ کشید چکو چو بده دیگه میخ نه یه میخ نداریم برو تو کارش جوی ترفند و تیک تاکی میبینم ریدن یه تک قسمت فرد اونجا بود که دام شد کجا هستم نگه خواه از اوبری بذارش برعکس کنش یکم میشه بذارش این ورتر بیا این ورتر این ورتر بیا سم بیا اینجا بیا این ورتر آفه نه 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 الان خوبه کمم با پایین تر باشه میکنم فرمونه که میان بکنم الان نشستم موتور فرمون اینجای من الان رو موتورم خب یعنی که اینجوری باشه میکنم این که الان اینجا باشه قین 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 اونم جدا نه خوبه ها دیگه این داره سبک ترکر طور میشه یه چیزی بین ترکر اسکنم داره اینا همینجا خوب الان تصمیم گرفتم که این تیکه رو یعنی از اینجا و اینجا ببرم یعنی این کلن کنسل بشه و یه شاسی جدید بهش ساخته بشه و تک کمک بودنش میاد این میخوره اینجا خب این میاد وصل میشه به این حالا یه چند تا مشکل ما داریم اول اینکه این اینو بگیر این توش جا نمیشه البته برعکس این توش جا نمیشه اینو ما باید ببریم یه چی جدید بسازیم جوشش هم دوست دارم من با اینو ببریم خب بعد یه دوتا هم اینجا باید براش یه حالت زبونه طور درست کنیم که بیاد حالا اینجا بسته بشه اول باید ببریم دقیق باید ببینیم کجا باید بسته بشه که موقع ببرشه خب با کم یه تست رو کار بکنیم ببینیم یه سری مشکلات وجود داره خب ما این چیزایی که میذاریم مال این نیست مثلا این جای کوهل زیر باک جای کوهل رو باید بکنیم یه چیزی وجود داره به اسم دو دست با دست جای کوهل رو کندم و کلن کوهل ترانزیستور خیلی چیزا باید عوض بشه جاهاشون یعنی قرار نیست همه چی سر جا خودش بمونه باتری باید جا قایمش کنه کار زیاده شما اگه صاف وایسی ممنون میشه خب ما برای جای باک هم به مشکل میخوریم بخاطر اینکه اون گوگولیاش که باید کار بچسبه بهش توی این کمه ولی باشه خیلی باحال شد البته یکم هنوز ته موتور میاد پایین ترین چوبایی که گذاشتیم زیر موتور یکم بالا ولی چیز باحالی دارم اینم بیاد پایین تر ببریم دیگه شروع کنیم به بریدن تصویر از این وره موتور گرفتی با که پیدا باشه بگیر چیزی تو این مایه ها میشه چه قفلی در میاد آم پرش دارم پرش میخوام ببرم
آقا خیلی ها میان این تبا میبرن گرد میکنن میکنن کف ریسه، ولی من میخوام کلن ببرم از اینجا و از اینجا کل این عقب شاسی رو میبریم و شاسی جدید میسازیم دیگه، کلن این عقبه باید عوض بشه. پس نبریم اینجا. مهمه که به شاسی آسیب نزنیم، به خاطر این دارم خیلی با احتیاط میبرم که حالت اهرم کنم کنده بشه و بعد جای جوشا رو صاف کنم. آخه پیش گوشتیم شکست. گیری پاش گاز بچه ها میدونن یه ضرور مسئله داریم، میگیم هرچی تو جوش درست شد تو جوش درست میشه، اگه تو جوش درست نشد توی سنباد کاریشو ترتمیز کردنش درست میشه، اگه تو اون درست نشد تو بتونه رنگ درست میشه، اگه تو بتونه درست نشد تو رنگ درست. یه جایی بالاخره درست میشه. یک کم این بالایش زیادی بریده شد این تو جوش درست میشه دیگه. حالا گفتم برای ویدیوهای بعد اکی گفتم تو بسام باشید که کی به کیه، ولی خدا زیر این زنگ زده من چیکار کنم. هرچی هم هست دارم میبرم، حالا بعد میبینیم اینو زیاد بردیم دوباره میزنیم بهش تو دست و پای. اینم از این. حالا این دوتا رو هم باید ببرم که هم بتونم کمک فن رو جا بدم، هم یه چیز تر و تمیزتر باش در بیارم. پس ما چرخ اقا هم باز کنیم که بیاد رو زمین قشنگ ببرم. یکی از مهمترین تصمیمایی که تو کاستوم باید بگیری اینه که چجوری میخوای شاسی رو بسازی. الان دقیقا این قسمتی که شما دیدید مهمترین قسمت ساخت موتور، بخاطر اینکه باید بدونی شاسی رو چجوری میخوای بسازی تا بساز. الان یه طرح شاسی تو ذهنم هست، پس اول از همه به این جای جوشاری که بردیم یه ساب طرح تمیز بگیریم، دوباره چرخ رو عوض کنیم، اول باید بدونیم کمک فنر کجا. این همه کمک فنر رو صاف کردیم بازم کج. آخرم فکر کنم باید کمک فنر رو کلپی جلو رو عوض کنیم، ولی فعلا همین باشه تا ما شاسیمون رو بسازیم، بعد اگه شد عوضش میکنیم، اگه نشد کج کج رو اندگی میکنیم. خب آقا حالا کمک فنر عقب که میخواد تک کمک بشه الان باید بیاد بخوره اینجا و بیاد این ورش بخوره اینجا، پس ما باید دوتا جا برای اینجا و اینجا درست کنیم. بهترین کاری که میشه چیز گرفت به قول شابلون گرفت با کارتونه، کارتون بیاد. از یه دونه از این زبون ها میخوام برای شابلون گرفتن اون بالا استفاده کنم.
هم نمیبوره که. کارتون خریه. سعیف میرزی رو دوربینت، میرزی رو فرست. قند نداری؟ خفت کن. چایی بخوریم بعد قندونو بذار کنار دیگه، قند بهم دادی دیگه. خب ما الان به چیز فلزی مثل این احتیاج داریم که اینجوری نوبت بشه بیاد بخوره اینجا که کمک بیاد اینجوری اینجا قرار بگیره. چرا اینجوری شابلون در آوردم؟ میشد با دستم برید، ولی چون میخواستم چیز تر و تمیز باشه میخوام یه نمونه داشته باشم ببرم CNC چیز تر و تمیز بگیرم. الان این فکر کن این پیچ کمکه، پیچ کمک که اینقدر بلند بوده اینجوری میاد میخواد اون اونوری میتونم بگیرم، این میاد اینجوری میخواد توی این و کمک رو اینجا نگرم. حالا شد دوتا مزه میخواد. خب آقا رسیدیم به این دوتا که زنگ زدم برای CNC امروز نبود، گفت فردا بیا. به خاطر همین من ویدیو رو اینجا میبندم که بفرستمش برای ادیت، شما هم زودتر در جریان باشید داره چه اتفاقی میافته. ولی از فردا قسمت بعدی رو شروع میکنم و فردا صبح میرم CNC اینا رو کی میکنم، بعد بیام شاسی رو بسازیم و سری گوجه رو تکمیل کنیم. الان تمرکز فقط روی گوجه است، به خاطر همین سابسکرایب چنل یادتون نره، ویدیو رو هم لایک کنید، منتظر قسمت ها بعدیش باشید. این قسمت احتمالا چهارشنبه میاد، یک شنبه قسمت بعدیش رو حتما میذارم هر جور شده. الی مخلصم.